سلام و وقت همه شما بیننده های عزیز بخیر. خیلی خوشحال هستم از اینکه بازم وقت برنامه رسم زندگی فرا رسید. از ساعت 2 تا 2:30 با شما هستم بیننده های عزیز. شما همچنان با ما همراه باشین. بازم طبق معمول موضوع داریم در برنامه، مهمان هم داریم در برنامه. موضوع خیلی خوب و موضوع مهم را انتخاب کردیم که امروزه بسیاری از افراد، یعنی در هر خانه شاید هم بگیم بسیاری از افراد یا اعضای خانواده هستن که با این مشکل مواجه هستن و ما اشاره های داشتیم در برنامه ها روی این موضوع، روی دردهای زانو. کسایی که از این نایه رنج میبرن یا مشکل دارن، ما میخوایم امروز روی همین موضوع بحث بکنیم. دردهای زانو، اون همه روش های درمانش، حتما روی هر دو بودش صحبت خواهد کردیم. شما با ما همراه باشین و موضوع برنامه حتما بازم تکرار میکنم، دردهای زانو است. شما هم میتونین چند لحظه بعد تماس بگیرین در برنامه و چیز مشکل اگر دارین میتونین سوالاتتون رو بپرسین و ما حتما در رابطه صحبت خواهد کردیم. 0220 212 93 499 هر دو شماره فعال است، ما هم منتظر تماس های شما هستیم. از طریق فیسبوک میتونین با ما در ارتباط باشین، صفحه برنامه ما رو لایک بکنین، قسمی که در صفحه های تلویزیونتون میبینین صفحه برنامه ما هست. هر نظر، پیشنهاد، انتقاد دارین، ما در خدمت شما هستیم. میتونین سوالاتتون رو بگذارین. یک روز پیش موضوع میباشد از صفحه برنامه، حتما ما هم سوالات شما رو میگیریم. دکتر صبح احمد خطاب عثمانی، متخصص امراض ارتوپیدی، که امروز لطف کردن و بازم با ما در برنامه هستن، میخوایم بیشتر صحبت ها با دکتر صبح در رابطه داشته باشیم. سلام برسه به شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. ما به نامی خودم سلام های خود تقدیم تمام بینندگان عزیز تلویزیون جهانی خورشید تقدیم میکنم. خدا کنه دقایق چنده که در برنامه قرار داریم بتانیم رفع مشکل مردم عزیز ان شاء الله. خب در آغاز مثل همیشه کم روی دردهای زانو صحبت بکنیم، روی اسباب دردهای زانو صحبت بکنیم، بعدا میایم روی بخش های دیگه حتما صحبت خواهد کردیم. تشکر. دردهای زانو یک پرابلم بسیار هام است که در سنین مختلف و عوامل مختلف باعث به وجود آمدن دردهای زانو میشه، که به صورت عموم همه عوامل و اسبابی که باعث دردهای زانو میشه میشه به صورت عموم به دو گروه عمده تقسیم کنیم. یکی تروما های صدمات است که به شکل حاد یا آنی سبب به وجود آمدن دردهای زانو میشه، که شامل شکستگی ها، پاره شدگی های اربطه های داخل مفصل زانو در جریان ورزش ها و سپورت ها، تصادمات ترافیکی و عوامل دیگه که در جریان کار در پیش اشخاص و افراد در محلات کار به وجود میآید. از جمله عوامل است که به شکل حاد میتونه سبب وجود آمدن دردهای زانو شود. دیگه عوامل است که از ناشی از به شکل مزمن یا به شکل دوامدار آیسته آیسته سبب وجود آمدن دردهای زانو میشه، که این دردها میتونه ناشی از امراض مختلف، مثلا مرض نقرس، مرض روماتیزم، مرض گاوت و یا تخریب مفصل زانو ناشی از پیشرفت سن، که یک پرابلم بسیار هام است که متاسفانه در پیش خانم ها زیادتر و در پیش مردها کمتر. بعد از سنین 60 تا 70 سالگی، یعنی امو غضروف یا امو ساختمان ککرکی که در روی استوان مفصل زانو قرار داشت امو از بین رفته، و چون از نظر ارویی، از نظر خون، یعنی خون کافی در وجود ندارد، بعد از تخریب دوباره ترمیم نمیشه و توسط نسج یا ساختمان دیگه که ترمیم میشه، بالاخره سبب وجود آمدن دردهای زانو و پرابلم هایی میشه که در تا در بعضی حالا در سنین بالاتر سبب وجود آمدن توهم با در سوی اشکال مفصل زانو میتونه باشه. دکتر صاحب، از شکستگی یاد کردین یا هم اگر پارگی داشته باشه، در این دو حالت مثلا با چی علائم است، چگونه دردهای است، و اگر با اثر بیماری های دیگه اگر دردهای زانو با وجود بیاید، دردهای چی علائمش مشخصا در این سه بخش چگونه خواهد بود؟ تشکر. دردهایی که به شکل حاد یا به شکل آنی به وجود میاد، خصوصا در حادثات ترافیکی یا شکستگی ها یا صدماتی که در جریان کار یا ورزش به وجود میاد، بر علاوه درد مریض از یک پوندیدگی سوی شکل و در نهایتش سبب محدودیت حرکی و حتی سبب سوی شکل در مفصل زانو میشه، که پیش دکتر مراجعه میکنه، چون یک شکل حاد است اکثرا به صورت آنی پیش دکتر مراجعه میکنه و دکتر با اجرای معاینات و با گرفتن اکسری و بالاخره در صورت ضرورت با استفاده از معاینات تشخیصی بزرگتر که خوشبختانه امسال امروز در افغانستان هم معمول است، استفاده از MRI میشه تشخیص شده که این صدمه که در داخل مفصل زانوسی آیا شکستگی است یا پاره شدگی. یکی از ساختمان های تثبیتی یا وسایل تثبیتی مفصل زانو که باعث ثبات مفصل زانو میشه ناشی از او است. که نظر به هر تشخیصی که از روی معاینات کلینیکی و بالاخره از روی معاینات متمم دیگه که استفاده میشه، باز تداوی نظر به تشخیص تداوی فرق میکنه. اگر در صورتی که شکستگی ها باشه
باز نظر به نوع شکستگی ها که در کدام قسمت مفصل زانو قرار داره، های شکستگی های داخل مفصل زانو یا شکستگی های خارج مفصل زانو. یعنی به این معنی که این درد های زانو تنها منحصر به زانو نبودن، یعنی در ساختمان ها و عمل دیگه میتونه سبب وجود آمدن درد های زانو شه. یعنی درد هایی که در قسمت های بالاتر مفصل زانو است میتونه سبب وجود آمدن یک درد های رفرال یا درد های انتشاری که سبب وجود آمدن درد مفصل زانو شه. بعد از اینکه تشخیص میشه که درد منحصر به مفصل زانو است و کدام ساختمان زانو آسیب دیده در ناشی از این تروما یا صدمه، باز دکتر نظر به همو صدمه که ایجاد شده، مثلا پاره شدگی منسک یک ساختمان غضروفی داخل مفصل زانو است، یعنی منسک عملیات میشه و در صورتی که پاره شدگی یک قسمت از اربطه ها یا رابطه های داخل مفصل زانو که باعث ثبات مفصل زانو میشه، اکثرا در پیش ورزشکارا خصوصا پیش فوتبالیستا به وجود میاد که با اجرای معاینات ام آر آی یا معاینات تشخیصی آرتروسکوپی تشخیص میشه و تداوی اقدام میشه. و این تداوی باید به شکل حاد، اما قسمی که حادثه به شکل حاد به وجود اومد، چون کسر داخل مفصلی هرچ عاجل ارجاع شوه و یا ساختمان های پاره شدگی های داخل مفصل هر چقدر که به صورت حاد به صورت عاجل تشخیص میشه و تداویش به شکل عاجل صورت میگیره، نتایج تداوی خوبتر بوده و مریض میتونه در آینده به شکل خوب و بهترش از طرف خود استفاده بکنه. از پوندیدگی یاد کرده دکتر، فقط اگر در حالت شکستگی باشه با اشاره که شما داشته، یعنی پوندیدگی میتونه باشه یا نظر به عوامل دیگه هم میتونه که با درد زانو پوندیدگی هم وجود داشته باشه؟ پوندیدگی یکی از علائم یا اعراض است که توام با درد زانو میتونه که موجود باشه. این پوندیدگی در حالات حاد اکثرا ناشی از پاره شدگی منسک یا قسمت های ساختمان های تثبیتی دیگه مفصل زانو و یا از باعث شکستگی میتونه به وجود بیاد. این پوندیدگی ناشی از خون ریزی که در داخل مفصل زانو به وجود میاد ناشی از اون میباشه که دکتر با اجرای یک بزل مفصلی یا گرفتن سوزن و داخل نمودنش داخل مفصل و کشیدنش تثبیت میشه که خون است و این ناشی از یک ترموی شدید است که باعث پوندیدگی شده و خون ریزی داخل مفصل است. اما در حالات مزمن مثلا یک مرضی که به نام اوستیارتریت یا یک تخریب پیشرونده مفصل زانو که ناشی از سن سال بلند به وجود میاد، اکثرا در پیش اشخاص بالاتر از 50 یا 60 سال این پوندیدگی ها میتونه ناشی از افراز بیش از حد مایع داخل مفصلی باشه که یک مایع زرد رنگ است که توسط کپسول مفصلی به صورت نرمال افراز و ترشح میشه. اما در حالات که التهابات مزمن و حالات انتونی و یا حالات التهابی حاد به وجود میاد، در حالات این مایع میتونه مایع بیش از حد افراز میشه و سبب پوندیدگی بیش از حد مفصل زانو و حتی مشکلات در حرکات مفصل زانو، یعنی قات کردن و باز کردن مفصل زانو ناشی از این پوندیدگی معدوم شده و بالاخره محدودیت حرکتی در زانو به وجود میاد. بله حتما وقفه داریم. خب همکارا بر ما میشه بگوین که بله وقفه داریم، در ادامه با ما همراه باشین و صحبت های ما ادامه داره در قسمت موضوعی که امروز انتخاب کردیم، دردهای زانو، با ما همراه باشین. بازم با شما هستیم، ادامه برنامه هست و دردهای زانو موضوع برنامه هست. میتونین تماس بگیرین 020-2293 و 499 هر دو شماره فعال است. ما هم منتظر تماس های شما هستیم. حتما سوالات دارین که میخواین بپرسین دکتر صاحب با ما هستم و حتما در رابطه صحبت های خود خواهد داشتیم. خب دکتر صاحب بیاین روی راه های درمان صحبت بکنیم، در جریان تداوی درمان صحبت بکنیم. بعض موضوعات هست که خوب از موضوع تداوی درمان خیلی مهم هست تا نمانه، اینکه چی روش های استفاده میشه، در چی زمان در آغاز که اگر دتا با علائم را که شما گفتین در ابتدای باشه آیا استفاده از بعض ادویه‌جات میتونه تاثیر بگذاره و چی وقت نیاز به جراحی هم بگیم باید عملیات شوه، هر دو روش هایش هم میشه بگیم. تشکر. اول قبل از اینکه روی تداوی گپ بزنیم، یعنی روی راه درمان هم قسم شما گفتیم، اول لازم است راجع به تشخیص هم امراض زانو، یعنی عملی که باعث درد زانو یا پوندیدگی زانو یا مشکلات در حرکات زانو شده، اول عملش تشخیص شد. به خاطر راه تشخیص با استفاده از گرفتن تاریخچه‌ای که از مریض گرفته میشه توسط دکتر ارتوپیدی و بالاخره اجرای یک تعداد معاینات است به خاطر تشخیص تفریقی که عوامل مختلفه میتونه سبب دردهای زانو شوه، یی درد منحصر به زانو است یا یی که دردهای است که ناشی از عوامل مختلفه یا از مشکلاتی که در اطراف مفصل زانو است در سبب وجود آمدن درد زانو شده و یا عوامل که از طریق خون میکروب ها باعث به وجود آمدن یک انتان یا یک آلت انتونی در داخل مفصل یا میکروبی داخل مفصل زانو شده. این عوامل باید اولا تشخیص شود با استفاده از معاینات خون و بالاخره
معاینات اکسری و در صورت ضرورت در صورتی که در قسمت تشخیص مشکلات موجود میشه، امروز خوشبختانه دکتر اورتوپدی با استفاده از معاینات پیشرفته چون MRI سی تی اسکن میتونه دردهای مفصل زانو رو تشخیص کنن و نظر به تشخیصی که به وجود میاد تماس داریم بیشتر روی تشخیصش صحبت خواهد کردیم. آقای محمدی الیاس روی خط تلفن هستن. سلام برسه بر شما، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت دکتر صاحب میمون عزیزم. سلام علیکم. از پنج تماس شدیم. جناب دکتر صاحب، من یک تکلیف پیدا کردیم. من وکیل مدافع هستم. بسیار خوب. من محاکم و جایی که بیشتر پیاده میرم، من یک احساس ناراحتی و خستگی از نوع عینک های زانو میکنم بیشتر. بله. و یکی دو بار به دکتر مراجعه کردیم، دوای ویتامینا و چیزا گرفتیم ولی فایده نکرد. نمیفهمم کی تاثیر چی هست. من یک وکیل صاحب سنتان چند است؟ چند سال است؟ 25. سعیس من میپردازم به جوابشون. تشکر از تماس شما برادر عزیز. از طریق تلویزیون بشنوین پاسخ دکتر. اما قسمی که برادر ما تماس گرفتن، من قسمی که در قسمت عوامل اسبابی که باعث دردهای زانو میشه صحبت کردم، یعنی دردهای زانو تنها مربوط به یعنی منصر به خود عواملی که داخل زانو است نمیتونه باشه. عوامل دیگه که یکی از عواملش مسئله یک مریضی است به نام پاتیلر تندنوپاتی است یا که جمپرسنی یا که مشکل است که زیادتر پیش اشخاص جوان با وجود میاد و ناشی از ضعف عضلی نوایی اطراف زانو است. یعنی عضلاتی که در اطراف مفصل زانو داره در قسمت حرکات مفصل زانو سهم بسیار عمده داره. یگان وقت ضعف همی عضلاتی که در قسمت بالای مفصل زانو عضلات چهار سر هم میگن یا عضلاتی که در قسمت ساقها وجود داره، یعنی ضعف از این عضلات باعث میشه وقتی که یک شخص چند قدم میگرده یا پیاده گردی میکنه یا حرکات میکنه میتونه سبب وجود آمدن دردهای مفصل زانو. و دیگه عامل دیگهش میتونه کمبود ویتامین دی باشه که تقریبا نظر و ریسرچی که جدیدن صورت گرفته در کشورهای افغانستان و پاکستان و هندوستان میگه 95% افراد در افغانستان و پاکستان و کشور هند مصاب فقدان ویتامین دی است. این اکثرا با وجودی که ما آفتاب کافی داریم، اما اکثرت جوانان و سالمندان ما کمتر مواجه با شعاع آفتاب هستن و یا اینکه فقدان ویتامین دی از طریق مواد غذایی است و یا فقدان در جذب ویتامین دی است. و اینا گفتن از ویتامین استفاده کردن ولی نتیجه نداد. آه نداد. برازیا بهتر من میدانم که از ورزش ها و تمریناتی که به خاطر بلند بردن پاور یا قدرت عضلی اطراف زانو است از استفاده شد میتونند از کلاپ های ورزشی و یا تمریناتی که از طرف صبح در یک دست رسانه نشر میشه که از استفاده بکنن. انشالله چه میشه، چون سنشان خورد است این بله. تغییرات بسیار جدی در مفصلشان نیست. اگر ناشی از کدام ورزش یا ترامایی که در اثنای ورزش به وجود آمده باشه و این دردها پیدا شده، باز در صورت لازم است به خاطر تشخیصی بهتر پیش یک دکتر اورتوپدی مراجعه شه و تشخیص صورت بگیره. خدا کنه به دوست ما که تماس گرفتن پاسخ سوال خود گرفته باشن یا مشکل را که داشتن. ادامه صحبت های شما روی روش های درمان بعد از گفتم در قسمت تشخیصش باز بیان دکتر شاید صحبت های شما رو مشاهیم تماس داریم. یالا جان روی خط تلفن هستن. سلام برسه به شما، بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. یالدا جان، دردای زانو موضوع برنامه هست، مشنویم از شما اگر سوال دارین. میبخشه عزیز، عینکای زانوی ما بسیار زیاد درد میکنه و قفای پرمان بسیار سخت میکنه. اول همی عینکای زانوی گردش کاملا سبز گشته. سنتان چند سال است؟ چقدر وقت میشه که درد شروع شده؟ شروع درد با چی بوده؟ کدام ضربه یا افتیدگی یا کدام مشکل پیش شده که درد به وجود میاد خود به خود است؟ نزده سال است. خب بسیار خوب. بله. تقریبا یک ماه میشه. پونیدگی هم پیدا میشه در مفصل؟ بله، یک پونیدگی هم دارم. درد مفصل زانو در اثنای گشتن و رفتار است یا ای که وقتی که شما میشینین درد پیدا میشه؟ نه، وقتی که میشینیم بسیار درد پیدا میشه. وقت نشستن شون. بله. سوال ندارین دکتر؟ نه، تشکر. تشکر. یلدا جان بشنوین، دکتر صاحب صحبت میکنن در این رابطه. اما قسمی که همشیلی ما گفتن مثلا 19 ساله اصلا کدام مشکل خاصی که یعنی تخریب در قسمت های غضروف مفصل زانو باشه یا در التهابات کپسول ساختمانی که اطراف مفصل زانو رو احاطه میکنه میتونه ناشی از این باشه و یا ساختمان های دیگه که وظیفهش تسهیلات حرکی مفصل زانو است به نام ساختمان های به نام بورسا ها یاد میشه که تقریبا 13 جوره در اطراف مفصل زانو است
هر کدام از عوامل التهابش یا التهابات خود هاوتار یا ساختمانهای تثبیتی که در اطراف مفصل زانو است یا میتونه سبب وجود آمدن دردهای مفصل زانو خصوصا پیش جوانان شود. برای خواهر ما تو ما پیشنهاد میکنم که یک بار باید به یک از شبخانه مراجعه بکنن با اجرای معاینات و گرفتن اکسری میشه تشخیص شه و با اجرای با تداوی کانزرواتیو یا تداوی محافظه‌ای و گرفتن دوا انشاءالله که برطرف میشه، مشکل خاصی نیست. بله، روش های درمان هم میخواید؟ در قسمت روش های درمان به صورت عموم دو گروه تداوی رو پیشنهاد میکنم برای دردهای مفصل زانو و عوامل که سبب دردهای زانو یا پونیدگی یا دیگه اعراض قبلا بله. ذکر کردم میشه. یکی تداوی های محافظوی است که تداوی های محافظوی شامل تداوی های دوایی است که استفاده از دوا ادویجات مختلفی است که در درمان دردهای زانو استفاده میشه و دیگه تداوی استفاده از زرقیات داخل مفصلی است که از توسط دکتر ارتوپیدی در شرایط خاص با استطباب خاص اجرا میشه و تداوی دیگه هم تداوی هایی است این پیش از اجرای پروسیجرهای عملیاتی، تداوی های فیزیوتراپی و بلند بردن مقامت عضلی اطراف مفصل زانو یعنی اکسرسایز و فیزیوتراپی و تداوی های دومی تداوی های جراحی است که در تداوی های جراحی یکی تداوی هایی است که در سنین جوانی که عوامل صدمات یا تروما های زمان سپورت باعث دردهای مفصل زانو یا پونیدگی یا بی‌ثباتی مفصل زانو میشه که با استفاده از عملیه های مختلفی جراحی امروز خوشبختانه با استفاده از عملیه جراحی آرتروسکوپی که با سراخ نمودن کوچک یک سانتی متر در اطراف مفصل زانو هم میشه به شکل تشخیصی استفاده شه و هم قسمت تداوی استفاده شه، این توسط اسکوپ و یا مانیتوری که با کامپیوتر نصب است میشه که دکتر با ملاحظه داخل مفصل زانو هم در قسمت تشخیص کمک میکنه و هم در قسمت تداوی که پاره شدگی ساختمان بنام منسکس یا ساختمان دیگه که عربت های مفصل زانو سی بنام عربتی قدامی سی یا ساختمان های دیگه که نمای تیوی داره ضرور نیست که من کلش ذکر کنم. خب دکتر صاحب ادامه صحبت های شما را میشنویم، میشه که با جانوی خط تلفن هستن زیاد منتظر نمانن تماسشان را میگیریم. سلام به شما، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. شکیبا جان هستین روی خط؟ خب اگر هستین صحبت کنین، تماسشان قطع شد فکر کنم و منتظر هم ماندن. خب اگر تانستن دوباره تماس میگیرن، اگر وقت تمام شد انشاءالله باز موضوعات هم میگیریم در برنامه. خب بفهمید، باز تداوی های آرتروسکوپی که هم قسم ذکر کردم یعنی با استفاده از آرتروسکوپ با یک جراحی بسیار کوچکی که تقریبا یک سانتی متر یک شقه بسیار خرد در دو طرف مفصل زانو اجرا میشه هم تشخیص صورت میگیره و هم در قسمت تداوی کمک میکنه که حتی در یک تعداد جوامع پیشرفته تقریبا 40 سال است که مورد استفاده قرار گرفته. ما در افغانستان در سطح شفاخانه ملی مثلا شفاخانه ما وزیر اکبر خان ما می عملیه رو شروع کنیم، میتونیم با استفاده از آرتروسکوپ یک تعداد امراض داخل مفصل زانو را تشخیص و تداوی بکنیم و دیگر تداوی های جراحی باز است که در یک تعداد حالات نمیشه با استفاده از آرتروسکوپ و یا به شکل بسته تداوی را صورت بگیرن. در این صورت جراحی های باز است که در صورت شکستگی های داخل مفصل زانو میشه به شکل حاجل و به شکل هانی توسط دکتر پروسیجر جراحی صورت میگیرن. شکستگی داخل مفصل این سطح مفصل باید دوباره احاده شه به خاطر حرکات و احاده وظیفوی طرف و در صورتی که پاره شدگی های ساختمان های دیگه در داخل مفصل زانو باشه میشه و ترمیم شه و در یک تعداد حالات تداوی هایی که امروز در کشور امریکا میگن در یک سال تقریبا اضافه تر از 60,000 تبدیل مفصل زانو صورت میگیره، جراحی های تبدیل مفصل زانو است که خوشبختانه در افغانستان همی صورت میگیره. یعنی در حالاتی که تداوی های محافظه ای یا تداوی های دوایی یعنی خوردن بیش از حد دوا باعث تخریب گرده ها و بالاخره جگر و ساختمان های دیگه میده میشه، از این خاطر باز تداوی به خاطر از بین بردن درد به صورت کامل تداوی های تبدیل مفصل زانو است که اکثرا در پیش اشخاص بالاتر از 60 و 70 سال صورت میگیره و دو طرف سطح غضروفی یا نمو غضروفی که تخریب شده یعنی دوباره احاده نمیشه برداشته میشه و مفصل زانو توسط مواد فلزی پوش میشه و دوباره مفصل زانو بسته میشه، یعنی باعث ازی میشه که درد از بین بره، یک کمک حرکات محدود میشه، یعنی فعالیت هایی که یک جوان اجرا کرده میتونه این شخص با دست تبدیل مفصل اجرا کرده نمیتونه، اما درد از بین رفته و میتونه که به شکل نرمال زندگی خود ادامه بده.
و از این جراحی را که شما گفتین عملیات هایی که صورت میگیره دقیقا نتیجه هایش مثبت هست دقیقا کسایی که انجام دادن تا حالا هم؟ بله، نتیجه هر عمل جراحی مربوط به سه فاکتور عمده میشه، نظر به شرایط و اوضاعی که در او عملیات صورت میگیره، یعنی استاندارد هایی که در داخل عملیات خانه در شفاخانه اجرا میشه مربوط به دیست، مربوط به جراح و یا دکتر که امی عملی جراحی را اجرا میکنه، که یعنی هر چقدر که تجربه کافی داشته باشن و امی عملی ها را زیاد اجرا کرده باشن نتایجش بسیار عالی است. و نظر به سامان و وسایلی که به خاطر تبدیل مفصل زانو استفاده میشه، یعنی این متاسفانه بگم یک ذره عملی بسیار پرانگفت است که تقریبا در کشورهای دیگه دنیا تقریبا بالاتر از 10,000 دلار مصرف داره و یکی از عواملی که این مصارف گزاف هست مسائل سامان و امو فلزاتی که استفاده میشه که به خاطر تبدیل مفصل زانو بسیار هزینه بلند داره. اما خوشبختانه در افغانستان هم با استفاده از سامان و وسایلی که از کشور هند اکثر مریضای ما در اوج تداوی میشه وارد افغانستان شده، میشه که همین عملیه را با هزینه های کمتر اجرا شده. بسیار خوب، روی میخوایم توصیه های شما رو داشته باشیم، روی تشخیصش صحبت کردیم، علائمش صحبت کردیم، بعضا شاید می در بسیاری از افراد به زمان کوتاه مدت باشه یا هم دراز مدت، ولی باید حتما مراجعه بکنن. توصیه های سی شما رو بشنویم. توصیه ما بر تمام برادرها خصوصا بر مادرها و مادر کلانها همی است که هر وقتی که صبح از خواب برمیخیزن، یعنی تمرینات و یک حرکات مخصوص مفصل زانو که به خاطر بلند بردن مقاومت یا پاور عضلی اطراف مفصل زانو بسیار حتمی است و جلوگیری میکنه از تخریب بیش از حد زانو و باعث خوب شدن سیستم خون داخل مفصل زانو و استخوان‌های مفصل زانو میشه و جلوگیری از پوکی استخوان میشه که این تخریب بیش از حد بعد از اینکه پوکی استخوان به وجود میاد تخریب مفصل زانو بیش از حد زیاد میشه، یعنی سبب سوء شکل در داخل مفصل زانو میشه، اطراف مفصل زانو میشه. یعنی تمرینات، غذای کافی از منرال ها و پروتین ها یگانه راهی است که میشه از عملی های بسیار پرهزینه و بالاخره عملیات های بزرگ جراحی جلوگیری شه و بتانیم توسط می فیزیوتراپی و حرکات تمرینات تا اندازه امی دردها را کاهش بدیم و به زندگی نرمال ادامه. یک خب وقت برنامه تمام از گچه سوال بود، میخواستم بپرسم به هر صورت انشاءالله که مشکلات شما هم حل شده باشه. سپاس دکتر صاحب از شما از اینکه با ما همراه بودین. دوست عزیز سپاس از همه شما از اینکه با ما همراه بودین و دوست عزیز ما که تماس گرفتین. سلامت باشین، بقیه روز شما خوش، الله نگهدار.